با نام خدا و با عرض سلام به خبر شش خوش آمدید. امروز دوشنبه 23 ماه میزان سال 1397 هجری خورشیدی در آغاز سرخط چند خبر. شورای عالی صلح، طالبان به تنهایی صلاحیت بحث درباره بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان ندارند. بیرون شدن نیروهای خارجی موضوعاتی است که میشه از طریق بعد از این مراحل، بعد از تامین امنیت، بعد از اینکه جنگ ختم شود، بعد از اینکه زمینه برای گفتگو مساعد شود، آماده شود، به شکلی این موضوع دفعه بعدا بحث صورت میگیره و هم یک بحث ملی را میتره. مفلوج شدن مجلس نمایندگان از بهر غیبت بسیاری از اعضای این مجلس. با معیارهای دیروز و با مصلحت‌ها و روش‌های سنتی که رای دادن این بار نتن، اگر بدن به ملت خود جفا کنند. اعتراض پناهجویان افغان در پاکستان در برابر تبدیل شدن احتمالی نصاب‌های آموزشی مکتب‌های کودکان افغان در آن کشور. تهیه یک بسته راهنمای تصویری برای مبارزه با خشونت‌ها در برابر زنان و دختران در محل کار. و دشواری های حکومت عراق برای نگهداری ده ها هزار یتیم جنگ با گروه داعش در این کشور. شجاع زکی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. شورای عالی صلح میگوید که طالبان به تنهایی صلاحیت بحث درباره بیرون شدن نیروهای خارجی را از افغانستان ندارند و باید تمامی شهروندان افغانستان در این تصمیم سهیم باشند. معاون شورای عالی صلح با طلوع نیوز میگوید که واشنگتن در گفتگوهای صلح با طالبان باید ثبات و امنیت همیشگی افغانستان را در نظر بگیرد. در همین حال این مقام شورای عالی صلح تلاش‌های زلمه خلیلزاد را از بهر آغاز گفتگوهای رسمی با طالبان امیدوار کننده میداند. شریف امیری گزارش میدهد. واکنش ها درباره دیدار زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان با طالبان در قطر و بحث ها درباره بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان با واکنش های شورای عالی صلح همراه شده است. شورای عالی صلح می گوید که در این باره طالبان به تنهایی صلاحیت بحث را ندارند. بیرون شدن نیروهای خارجی موضوعاتی است که میشه از طریق بعد از این مراحل، بعد از تامین امنیت، بعد از اینکه جنگ ختم شود، بعد از اینکه زمینه برای گفتگو مساعد شود، آماده شود، میشه که روی وضوع گفا با بعدن بحث صورت بگیره و هم یک بحث ملی را میتره. امریکایی ها پایگاهشان برای حفظ منافعشان در منطقه و تهدیداتی که از منطقه برش متوجهش به هیچ وجه راضی نخواهد بود که او را بکشه. اما این احتمال وجود داره که امریکایی‌ها توافق بکنه که به صورتی که طالبا بپیوندن به این پروسه و بیاین در قدرت شریک شوند یا سهم بگیرن از جنگ دست بکشن، در دوران جنگ نیروهای امریکایی علیه طالبان نخواهد جنگید. آقای خلیلزاد پس از دیدارش با نمایندگان طالبان در قطر برخی از جزئیات این نشست را با رهبران حکومت افغانستان نیز در میان گذاشته است. ما امیدوار هستیم تا موفقیت پروسه صلح، تا تامین صلح و ثبات در افغانستان، تلاش‌ها از جانب ایالات متحده آمریکا و سایر همکاران بین‌المللی ما ادامه پیدا کنند. شورای عالی صلح گماشته شدن آقای خلیلزاد را به حیث نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان امیدوار کننده می‌داند. نشست امروز مجلس نمایندگان از بهر غیبت اعضای هیئت اداری و نیز بیشتر نمایندگان برگزار نشد. نهادهای ناظر بر کارهای شورای ملی میگویند که در نشست امروز از 233 تن اعضای مجلس تنها 8 تن به شمول یک زن حضور داشتند و از هیئت اداری تنها دبیر دوم این نهاد حاضر بود. در این حال شمار شهروندان کشور در حالی که از غیبت اعضای مجلس نمایندگان سخت انتقاد میکنند، میگویند که هرگاه نمایندگانی که نتوانستند از مردم به گونه درست نمایندگی کنند بار دیگر به مجلس راه یابند، جفای بزرگ در برابر شهروندان کشور خواهد بود. مسعود انصار گزارش میدهد. با آغاز پیکارهای انتخاباتی مجلس نمایندگان تصمیم گرفت که تنها در روزهای دوشنبه نشست عمومی داشته باشند تا روی موضوعات ملی بحث‌های خود ادامه دهند. اما امروز از بهر حضور نیافتن هیئت اداری و همچنان شمار زیادی از وکلا این نشست برگزار نشد.
در این میان شماری از نهادهای ناظر بر کار شورای ملی میگویند که از چند ماه به این سو مجلس نمایندگان به گونه مفلوج شده است. بر اساس مشاهدات ما متاسفانه امروز در جلسه صرفا 8 تن از وکلا حضور داشتند. با معیارهای دیروز و با مصلحت ها با روش های سنتی که رای دادن این بار نتن اگر بدن به ملت خود جفا کردن. در نشست روز دوشنبه مجلس نمایندگان از هیئت اداری مجلس تنها دبیر دوم این نهاد حضور داشت و از رئیس، معاونان و نیز دبیر نخست مجلس نمایندگان خبری نبود. نو هیله من یم لخپل خلکو لخپل ولسن هغه چاته رای ورکې چې هغه مسؤلیت منونکی او هدی اقل خپل خلکو خپل ملت ته وفادار وي. در همین حال شماری از شهروندان کشور از کارکردهای بیشتر اعضای مجلس نمایندگان خوشنود نیستند و میگویند که بار دیگر به کسانی که مسئولیت هایشان را درک نمی کنند رای نخواهند داد. شمار از پناهجویان افغان در پشاور است. تبدیل شدن نصاب‌های آموزشی در آن مکتب‌های پناهجویان افغان که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان اداره می‌شوند به نصاب‌های آموزشی پاکستان شکایت دارند. سندهایی که به تولو نیوز رسیده نیز گواه آن هستند که سرکنسول افغانستان در پشاور در دیدار با کمیشنر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره توافق این کمیشنری به حکومت پاکستان درباره تبدیل شدن نصاب آموزشی این مکتب‌ها اظهار نگرانی کرده است. این در است که بر بنیاد قانون اساسی کشور میثاق جهانی کودکان و نیز اعلامیه حقوق بشر هر کودک حق دارد تا به زبان مادریش آموزش ببیند. حسیبه تکپال گزارش می‌دهد. سندهایی که به تولو نیوز رسیدند نشان می‌دهند که قرار است نصاب‌های آموزشی شماری از مکتب‌های پناهجویان افغان در پاکستان که از سوی کمیشنری عالی سازمان ملل اداره می‌شوند به نصاب‌های آموزشی پاکستان مبدل شوند. هغه مکتبونه چې د یونیسیار لخوا ورسره مرسته کیږي، یونیسیار پلان لري چې هغوی مکتبونو ته پاکستانی نصاب کتابونه چاپ او په دغه نصاب پکې دود کړي. دوی دا پیشنهاد کړی وو چې د باید استادان هم باید پاکستاني ونیول شي او همدارنګه پاکستاني مضامین دې ته تدریس شي. در نامه‌ای که از سرکنسول افغانستان در پشاور به وزارت خارجه کشور رسیده است آمده است که وی در دیدار با کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهجویان در پشاور این موضوع را در میان گذاشته است، اما از سوی این نهاد پاسخی دریافت نکرده است. رئیس کمیساریای پناهندگی عالی سازمان ملل به کابل آمده بود و وزیر امور خارجه در تمامی موارد با اونا گپ زدن و قرار شد اونا همکاری جدی بکنن. به صورت متداول بررسی میکنن نصاب تعلیمی افغانستان هست. رئیس سازمان حقوق بشر افغانستان وزارت مهاجرین را متهم به همکاری با پاکستان میسازد. د دوی نماینده چې په پېښور او په اسلام آباد کې ده هغه د یونیسیار سره لاس یو کړی ده. اما وزارت مهاجرین میگوید به زودی هیئتی را برای بررسی هرچه بیشتر این موضوع به پاکستان خواهد فرستاد. زمینه ها و خصوصا امکانات را که یک طفل از حقوق بشری خود و حقوق شهروندی خود بهره‌مند شود را باید برشون مهیا بسازد. با تماس های پی هم دیدگاه اداره پناهجویان سازمان ملل متحد را در این باره به دست آورده نتوانستیم. دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی میگوید که تا کنون برای حذف نامزدانی که از آنان شکایت شده اند تصمیم نهایی گرفته نشده است. در همین حال دیدبان انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان میگوید که هرگاه کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی درباره نامزدانی که تخلف کردند تصمیم گرفته نتواند، کارکرد این نهاد زیر پرسش خواهد رفت. مسعود انصار گزارش می‌دهد. در حالی که گزارش ها از احتمال بیرون شدن نام های شمار دیگر از نامزدان انتخابات مجلس نمایندگان از فهرست نهایی انتخابات پخش شده اند، اما اکنون دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی میگوید که در این باره تصمیم گرفته نشده است. شکایاتی که تا حالا رسیده و اسناد مدارکی که هم جمع شده، تا اکنون کسی به صورت نهایی حذف نشده توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی. برخی موارد احتمالش وجود داره ولی تصمیم نهایی در زمینه هنوز اتخاذ نشد. تا اکنونی که صحبت داریم کدام لیست نامده بود؟ معاون کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی هفته گذشته گفت که وزارت داخله سندهای نزدیک به 100 تن را به آنان داده است که احتمال دارد نام های این نامزدان از فهرست نهایی انتخابات مجلس نمایندگان حذف شوند. نمایندگان
هرگاه اینها تصمیم گرفتن میتونن فرار از مسئولیت است، پاسخگو هستند. در همین حال شماری از اعضای شورای ملی تأخیر در تصمیم گیری های این کمیسیون را مشکل آفرین و پرسش برانگیز میدانند. تعداد را خودشان اعلان کردن تا ولی عزم نکردن، قابل واقعا قابل تشویش است به مردم و زمانم بسیار کم مانده. امیدوار هستم که امروز تا شب اینا تصمیم خود را بگیرن، نیایی بکنن. کمیسیون رسیدگی به شکایت های انتخاباتی نام های 35 نامزد مجلس نمایندگان را حدود دو ماه پیش از فهرست نهایی نامزدان انتخابات حذف کرد که با واکنش های روبرو گردید. برنامه پروموت برای مبارزه با خشونت ها در برابر زنان و دختران در محل کار یک بسته راهنمای تصویری را برای زنان تهیه کرده است. مسئولان نهاد پروموت میگویند که این بسته تصویری برای کارمندان تازه کار و کسانی که در محیط کار با اذیت ها روبرو می شوند کمک می کند تا با این چالش ها مبارزه کنند. در این حال معاون وزارت امور زنان از این ابتکار برای کاهش آزار و اذیت در برابر زنان و دختران در نهادهای گوناگون استقبال می کند. تا چند لحظه دیگر چند خبر جهان را میشنوید با طلوع و طلوع نیوز باشید. ادامه خبرهاست طلوع و طلوع نیوز. جنگ عراق در برابر گروه داعش ده‌ها هزار یتیم بر جا گذاشته است. نسلی که عراق برای زنده نگه داشتن آن دست و پنجه نرم می‌کند. در میان این یتیمان کودکان اعضای کشته شده یا زندانی داعش نیست هستند. این کودکان با دشواری‌های بزرگ روبرو هستند و بسیاری از آنان اجازه رفتن به خانه‌ها و روستاهایشان را نیافتند. در این گزارش زندگی یکی از خانواده‌ها را به تصویر کشیده شده است. صالح سلیمان همراه با پنج خواهر و برادرش در شهر کرکوک عراق زندگی میکند. آنان یک مشکل بزرگ دارند. پدرشان عضو گروه داعش بود. مادر این کودکان از بیماری سرطان درگذشته است و از سال گذشته که پدرشان بازداشت شده است و شبه نظامیان ضد داعش خانهشان را آتش زدند، آنان نمیتوانند به خانهشان بازگردند و دورتر از آن در شهر کرکوک زندگی میکنند. مردم روستا به کسانی که باز میگردند اعتماد ندارند. از همین رو ما تصمیم گرفتیم که در کرکوک بمانیم. برای مصالحه در سطح محلی باید تلاش‌های جدی انجام شوند و کودکان و خانواده‌های اعضای مظنون داعش باید سرانجام اجازه یابند که به جوامع خودشان بازگردند و یا برای ساختن دوباره زندگی آنان راهی پیدا شود. خواهر دوم این خانواده که خودش هنوز کودک است برای خواهران و برادرانش مادری می‌کند. او کارهای خانه را به پیش میبرد و از خردسالان نگهداری میکند. من بسترها را منظم میکنم و سپس برای برادران و خواهرانم صبحانه آماده میسازم. بعد آنان را میفرستم که بازی کنند. هزاران کودک یتیم دیگر در اردوگاه ها و یتیمخانه ها زندگی میکنند. اما روشن نیست که پدران و مادران آنان که به جرم یا به اتهام عضویت در گروه داعش بازداشت شدند چه زمان رها خواهند شد. اما هرچه باشد این خانواده نمونه از پیامدهای جنگ‌های ویرانگر در عراق است. با اکنون نگاه کوتاه داریم بر چند رویداد دیگر در جهان. شهر قاهره پایتخت مصر گواه یک برنامه اجتماعی برای حمایت از حیوانات خانگی بود. در این برنامه مردم مهارت‌های حیوانات خانگیشان را به نمایش گذاشتند و آنان را واکسین کردند. شماری از معترضان در هند که خواهان کنارگیری ام جی اکبر معاون وزیر خارجه این کشور هستند با پلیس درگیر شدند. آقای اکبر در هفته های اخیر از سوی بیش از 10 زن که بیشترشان خبرنگاران و کارمندان پیشین دولتی استند به آزار و اذیت جنسی متهم شده است.
سیلاب های ویرانگر در جنوب غرب فرانسه 6 تن را به کام مرگ فرستادند. این سیلاب ها جاده ها را بستند و عملیات مددرسانی با چرخبال ها انجام می شود. خبرهای اقتصادی هم لحظات بعد تقدیمتان می شود. با ادامه خبرها باز هم خوش آمدید. اداره تدارکات ملی می گوید که از سال آینده تمامی روندهای تدارکاتی به گونه برقی انجام خواهند شد. رئیس اداره تدارکات ملی می گوید که استفاده از این شیوه باعث تسریع مراحل تدارکات پروژه ها شفافیت و جلوگیری از فساد نیز خواهد شد. حیدر شاه امید گزارش می دهد. اداره تدارکات ملی در همین راستا اینجا نشست مشورتی و آگهی‌دهی را با شرکت‌های ساختمانی برگزار کرده است. رئیس این اداره می‌گوید که در سیستم تدارکات برقی شرکت‌ها نظر به تخصص و تجربهشان طبقه بندی می‌شوند و این سیستم از آن رو باز گفته می‌شود که پس از این افزون بر نهادهای حکومتی بخش خصوصی و مردم نیز می‌توانند از پروژه‌ها نظارت کنند و از چگونگی عملی‌سازی آن به این اداره گزارش بدهند. دیوبو فازیلاب و ساختمان و دی هر رقم پروژه چې موږ اعلان ته ورکو تر لوجستیک پورې دوی پکې راځي او طلبې کې اشتراک کوي. دغه ستونزې وي اکثرا چې د مشابه قراردادونو د حجم معاملات سالانه او د دې په محاسبه کې جنجالونه را ایجادوي. اداره تدارکات ملی از 3 ماه پیش کار را با 70 شرکت ساختمانی برای آشنایی آنها با سیستم تدارکات برقی و باز و ثبت آنها در این سیستم آغاز کرده است. اما از این میان تنها 4 شرکت آن توانستند با فراهمسازی مدارک لازم ثبت این سیستم شوند. متاسفانه شرکت ها و سکتور خصوصی در عرصه ایجاد شفافیت و ایجاد سیستم های مالیشان و در این که مسائل شفافیت و حسابدهی را جدی بگیرند، این مسائل را هنوز به صورت جدی مد نظر نگرفتند. در گام نخست قرار است 200 شرکت ساختمانی ثبت سیستم تدارکات برقی شوند و پس از آن این روند بر شرکت های لوجستیکی نیز عملی خواهد شد. و این هم نرخ شمار از ارزها در برابر افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار امریکایی 75 افغانی و 80 پول، یک یورو 87 افغانی و 30 پول، یک درهم امارات 20 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1030 افغانی، 1000 تومان ایرانی 6 افغانی و 80 پول و 1 روپیه پاکستانی 577 افغانی. خبرهای ورزشی را مسعود ملک تقدیمتان میکند. آقای ملک خوش آمده. سپاسگزارم. خبرهای ورزشی هم تا لحظات بعد. احمد ولی هوتک ورزشکار مبارزات آزاد کشور یکشنبه شب از سوی افراد مسلح ناشناس مورد حمله قرار گرفت. فرماندهی پلیس کابل با تایید این رویداد میگوید وزارت داخله برای بررسی این رویداد به پلیس کابل و مامورین مبارزه با جرایم هدایت دادند تا این رویداد را به گونه جدی پیگیری کنند. قرار بود ولی هوتک امروز برای رقابت با حریف روسیش در سازمان مبارزات گلوبال فایت نایت رهسپار کشور روسیه شود. تیم ملی ویلچر بسکتبال کشور بعد از بدست آوردن یک پیروزی در رقابت‌های پارالمپیک آسیا امروز به کشور برگشت. رقابت‌های پارالمپیک کشور از روز 14 تا 19 ماه میزان در شهر جاکارتا اندونزیا برگزار شدند. نظامیان معلول کشور برای حضور در رقابت‌های جوانمردانه چهارشنبه شب همین هفته رهسپار استرالیا خواهند شد. در این رقابت ها به نمایندگی از افغانستان 9 ورزشکار و 2 مربی حضور خواهند داشت و در بخش های والیبال، وزنه‌برداری و رولینگ رقابت خواهند کرد. این رقابت ها که در سال 2017 میلادی به میزبانی کانادا برگزار گردیده بود، نظامیان معلول اردوی ملی کشور توانسته بودند یک مدال نقره و یک مدال برنز را به نام افغانستان رقم بزنند.
حضرت الله زازای میلی پوش کرکت کشور در رقابت های لیگ برتر کرکت کشور توانست ریکارد جهانی به ثبت برساند. در جریان دیدار تیم های بلخ و کابل که شب گذشته در لیگ برتر کرکت کشور برگزار گردیده بود، حضرت الله زازای میلی پوش کرکت کشور و عضو تیم بلخ در این رقابت ها توانست در 6 بال 36 تاوش را انجام دهد و با ریکارد جهانی کریسگل و یوراش سنگ برابری کند. ما در تلاش رسوندن داغ‌ترین خبرهای افغانستان به جهان به شما هستیم. پس برای شنیدن تازه‌ترین خبرها به شماره 456 زنگ بزنید و سپس شماره 11 را بگیرید. این بود خبرها تا این ساعت. از توجهتان جهان سپاس. بالا شما دعوت میکنم که با برنامه‌های دیدنی طلوع و طلوع نیوز باشید. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.